ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک سازید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به دوستایی که در سر طریق ویدیو دنبال میکنن. ما شما در ویدیوی قبلی در ویدیوی اول بخش اکوت کیدنیوری درباره تعریفش و درباره وظایف و درباره اسباب اکوت کیدنیوری صحبت کردیم. امروز میایم درباره استیجینگ. درباره چی؟ درباره استیجینگ. استیجینگ اکوت کیدنی اینجوری صحبت نیم، اکوت کیدنی اینجوری صحبت نیم. ما شما اکوت کیدنی اینجوری رو به دو طریقه کسی چی میکنیم؟ استیجینگ کرده میتونیم. در طریقه اول که ما شما استیجینگ کرده میتونیم رینال کیدنی اکوت کیدنی اینجوری رو ما شما اگر اینجوری نشه کنیم استیجش، ما شما به سه استیج، استیج یک، استیج دو و استیج سه چه تقسیم مونیم یا استیج بندی میکنیم. وقتی ما شما این رو میخواییم استیج بندی بکنیم به اساس دو پارامتر استیج بندی میشه. یکی به اساس سویه یوریا و کریتینین در خون است، سریوم، به اساس سریوم کریاتینین. یکم به اساس یورین اوتپوت، به اساس یورین اوتپوت. در استیج یک سویه کریاتینین خون ما شما یک نیم الا بزرگتر از یک نیم میریم، بزرگتر از یک نیم فولد یا بزرگتر از یک نیم برابر حالت نرمال میشه و سویه یورین اوتپود ما شما کمتر از 0.5 امیل پر کیجی پر هور برای بیشتر از 6 ساعت یا برای 6 الی 12 ساعت میشه. در استیج دو، در استیج دوی اکوت کیدنی اینجوری سویه سریم کریتینین بین چی؟ بین 2 الی 2.9 فولد یا 2 الی 2.9 برابر حالت نرمال افزایش پیدا میکنه و سویه و مقدار دهانه ادرار یا یورین اوتپوت چی میشه؟ کمتر از 0.5 امل پر کیجی پر هور بیشتر از 12 ساعت ادامه پیدا میکنه. در استیج 3، در استیج 3 اکوت کیدنی اینجوری سویه سریم کریتینین بیشتر از چی میشه؟ بیشتر از 3 فولد میشه، بیشتر 3 برابر حالت نرمال افزایش پیدا میکنه و دهانه ادرار در اینجی چی میشه؟ دهانه ادرار در اینجی کمتر از 0.3 امل پر کیجی پر هور برای مدت 24 ساعت و یا انیوری برای مدت 12 ساعت یا ایج ادرار برای مدت 12 ساعت ایج ادرار پاس نکرده. این استیج 3 اکوت کیدنی اینجوری باعث میشه. تقسیمات دیگه یا استیج بندی دیگه به شکل چی میشه؟ به شکل ریفل یا ریفل استیجینگ. در ریفل استیجینگ ما شما چی داریم؟ آر از ریسک گرفته شده، ریسک آیا از اینجوری گرفته شده؟ اینجوریه. ایلش از اف، از فیلره آیا از اینجوری گرفته شده؟ اینجوری گرفته شده. و ای هم از اند استیج رینال دیزیز گرفته شده. در اینجا ما شما به اساس نمی دو چیز، به اساس سریم کریتینین و به اساس دهانه ادرار یورین اوتپوت استیجینگ میکنیم. یعنی به اساس سریم کریتینین یا به اساس جی اف آر یک پارامتر ما و پارامتر دیگه ما شما یورین اوتپوت. هرگاه میگه نزد یک شخص سریم کریتینین زیادتر از 1.5 فولد و یا GFR بیشتر از 25% کاهش پیدا بکنم، دیکریز شده، کاهش پیدا کرده باشه، پس ما میگیم ای برای چیه؟ برای کلیه های با شما خطر داره. و یا اگر دهانه ادرار شما در نظر میگیرین، میگه هرگاه دهانه ادرار کمتر از 0.5 امیل پر کیجی پر هور برای کمتر از مدت
برای مدت 6 ساعت شب پس در حالت که ما شما میگیم کسی چه ریسک به وجود اومده، اینجوری چی وقت به وجود میاد؟ میگه اینجوری زمانی به وجود میاد که سویه کریاتینین بیشتر از 2 فولد شده باشه، 2 برابر حالت نرمال افزایش پیدا کرده باشه و جی اف آر ما شما بیشتر از 50% کاهش پیدا کرده باشه. و یا دهانه ادرار اگر شما در نظر میگیرین، دهانه ادرار ما شما کمتر از 0.5 ایمیل پر کیجی پر هور برای بیشتر، این بیشتر از 6 ساعت بود، این برای بیشتر از 12 ساعت این چیه؟ افزایش پیدا کرده باشه. او زمان رینال اینجوری به وجود میاد. رینال فیلر شما چی وقت میگین؟ این چیز ما شما میگیم کسی رینال فیلر به وجود آمده. میگه هرگاه سویه سرم کریاتینین بیشتر از 3 برابر حالت نرمال، بیشتر از 3 فولد افزایش پیدا کرده باشه و یا جی اف آر ما شما، گلومیرولر فیلتریشن ریت ما شما چیه؟ بیشتر از 75% کاهش پیدا کرده باشه، او زمانه که ما شما میگیم رینال فیلر به وجود آمده، عدم کفایت کلیه به وجود آمده و یا دهانه ادرار ما شما چیه؟ یورین آوتپوت ما شما کمتر از 0.3 ام ال پر کی جی پر هور برای مدتی بیشتر از 24 ساعت و یا 12 ساعت انیوری باشه. در این حالت ما شما میگیم فیلر به وجود آمده. چی زمان ما شما میگیم لاس به وجود آمده، این دیگه ایله لاسه. چی زمان میگیم کسی لاس به وجود آمده؟ هرگاه میگه اینمی فیلر، رینال فیلر 4 هفته یا بیشتر از او دوام پیدا بکنه، او زمان شما رینال لاس میگین. و این استیج آف رینال دیزیز چی باز چی زمان میگیم؟ این استیج زمان شما میگین که اینمی فیلر ما، فیلر ما شما بیشتر از 3 موند ادامه پیدا بکنه، او زمان ما شما میگیم کسی چی به وجود آمده؟ عدم کفایت کلیه یا این استیج آف رینال دیزیز به وجود آمده. موضوع دیگه درباره کلینیکش صحبت کنیم. وقتی که رینال اینجوری به وجود میاد یا عدم کفایت کلیه به وجود میاد، از لحاظ کلینیکی چی مشکل به وجود میاد؟ شما قبلا وظایف کلیه رو خواندین و زمانی که عدم کفایت کلیه به وجود میاد اونمون وظایف کلا خراب میشن. مثلا چی خراب میشن؟ اول سویه یوریا و کراتینین بلند مره و زمانی که سویه یوریا و کراتینین بلند مره اعراض و علایمی اینمی آزوتیمیا نزد شخص به وجود میاد که در این حالت نزد شخص ومیتینگ، نازیا و همو قسم تغییر حالت شور. غیر از اینکه تغییر حالت شعور به وجود میاد، یعنی altered conscious، بر علاوه از این سیزر میتونه از شخص یا اختلاج نزد شخص چی کنه؟ به وجود بیاد. بر علاوه از او میتونه مایات در بدن ما شما چی بکنه؟ ریتنشن مایات به وجود بیاد و در نتیجه باید چی شد؟ عزه مایا ادما نزد شخص شد. بر علاوه از او میتونه باعث چی شه؟ والیوم اووردو چه و باعث هایپر تنشن از شخص شه. بعد الکترولایت ایمبالانس به وجود میاد، مثلا از شخص چیه؟ هایپر کلیمی به وجود میاد، هایپر کلیمیا به وجود میاد و شما میفهمین که هایپر کلیمیا باعث چی میشه؟ باعث کاردیوگریتمی میشه، باعث ارتمیاهای قلبی میشه. برای از اینکه اینا باعث کاردیوگریتمی و باعث هایپرتنشن برای از اینکه باعث این موضوعات میشه، اینا میتونه باعث چی شود؟ باعث اسیدوسیس نزد شخص به وجود بیاد، به خاطر که وقتی کلیه مساوی عدم کفایه میشه در نتیجه دهانه ادرار پایین میاد و در نتیجه سویه اسید یا آیون هیدروژن چه در بدن ما شما بلند میره و در نتیجه چه این خودش باعث اسیدوسیس نزد شخص به وجود میاد. اعراض و علایم نظر به کاز یا علتش فرق مونه و همون قسم شما که فهمیدین در صورتی که علتش پری رینال باشد، مثلا اگر دیهایدریشن باشه در اعراض و علایم دیهایدریشن، اگر بلاد لوس باشه اعراض و علایم اینیمیا از شخص به وجود میاد، اگر سی اچ اف باشه در اعراض و علایم سی اچ اف از شخص به وجود میاد، همون قسم اگر انترنسیک رینال باشد بازم اعراض و علایم خود داره، اگر پست اگر ابستراکتیو باشه یا پست رینال باشد اونم اعراض و علایم خاص خود داره میباشه. اما معمولا مهمترین اعراض و علایمی که در اکید کدین به وجود ما اینمی
ومیتینگ نازیا تغییر حالت شعور در صورتی که این پیشرفته باشد کسی میتونه چه سیزر بود به هایپرکلیمیا خیلی مهمه که نزد شخص کسی باعث میشه کاردیوگریتمی ها رو وجود بیاره و هم قسم هایپرتنشن معموله در اینجا هم قسم مزایما و هم قسم اسیدوس بوجود مه این بود درباره اعراض و علایمی اکید که اینجوری کارزه دارم فهمیده باشین بازم بیاد تا نرن که ویدیوها را با دوستانتون شریک بکنین چینل لایک و سبسکرایب کنین تشکر از توجه همگی شما